اصفهان با شخصیت جمال‌الدین اسدآبادی آشنا میشه. همینطور با کتاب‌های علامه طباطبایی، شهید مطهری و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی درگیر میشه. همه اینا قبل از اینه که عموه به سرش بذاره. میگه میخوام قرآن رو به فرانسه ترجمه کنم. انقدر پیگیری میکنه تا دفتر مرکز نشر معارف اسلامی دعوت به کارش میکنه. بهشون پیشنهاد میده یک کتاب کوچیک 40 حدیث که با زندگی فرانسوی ها نزدیکه رو جمع‌آوری و ترجمه کنه و موفق هم میشه. خیلی پیش میاد از تجربه مسلمون شدنش حرف بزنه و برای طلبه ها کلاس فرانسوی هم بذاره. اینجوری همه زندگیش میشه تبلیغ برای اسلام. به واسطه یکی از علمای قم خصوصی مشرف شده بودن به محضر امام. کمال به دوستاش میگه تو دنیا دو تا آرزو دارم که یکیش دیدن امامه. محرم سال 61 به آرزوش میرسه. امام ازش میپرسه فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ میگه تو ایران. امام بهش میگه فارسی رو خوب یاد بگیر که چیزای زیادی درش خواهی یافت. وقتی از پیش امام میاد یکی ازش میپرسه چطور بود؟ میگه امام است.